ماهی که گذشت هم مثل ماهای گذشته ماه ادامه اعدام‌ها، نقض حقوق اقلیت‌های ملی و مذهبی و حقوق کارگران و زحمتکشان بود. برنامه رو ادامه میدیم با مرور بخشی از موارد نقض حقوق بشر در تیر ماه از رضا رئیس‌دانا. در ماهی که گذشت نقض حقوق بشر در ایران در ابعاد گسترده ادامه داشت. بر اساس گزارشات منابع حقوق بشری در تیر ماه حداقل 39 نفر در 5 استان البرز، خراسان جنوبی، مرکزی، گیلان و آذربایجان غربی اعدام شدند. اغلب اعدام شدگان قربانیان آسیب‌های اجتماعی و متهمان به قاچاق مواد مخدر بودند. ادامه تعرض به حقوق اقلیت‌های ملی و مذهبی از دیگر حوزه‌های نقض حقوق بشر در ماه گذشته بود. بازداشت در شهرستان دهکلان، تایید حکم زندان یک شهروند سردشتی و بازداشت یک شهروند سقزی، بازداشت بیش از 25 نفر در اردبیل، بیخبری در طول یک هفته از وضعیت 4 شهروند عرب و موج گسترده‌ای از بازداشت‌های امنیتی از سوی سپاه پاسداران در کردستان مواردی از نقض حقوق اقلیت‌های ملی بود. همزمان خبرهایی هم درباره ادامه آزار و اذیت شهروندان بهایی انتشار یافت. از جمله این خبرها دادگاه تجدید نظر چند دقیقه‌ای برای بهاییان محکوم به 193 سال حبس، انتقال شهروند بهایی احمد شهروند به زندان رجای شهر، محکومیت شهروند بهایی در شیراز به 5 سال حبس، بازداشت 2 شهروند بهایی در شیراز و تخریب گورستان بهاییان در قروه بود. از دیگر گروه‌های اقلیت مذهبی که مواردی از نقض حقوقشون منتشر شد، شهروندان اهل سنت بودند. از جمله این خبرها بازداشت یک طلبه خراسانی دارالعلوم مکی زاهدان، یورش نیروهای امنیتی به نمازخانه پونک تهران در آخرین روز رمضان و احضار امام جمعه موقت راسک به وزارت اطلاعات زاهدان بود. در تیر ماه گذشته شاهد انتشار گزارش تکان‌دهنده‌ای از نقض فاحش حقوق کودکان بودیم. خبرهایی مانند خرید و فروش کودکان دختر و پسر به قیمت 10 میلیون تومان، تجاوز مکرر پدر به دختر 10 ساله و بیتفاوتی خانواده و تجاوز به بچه‌ها در مدارس فوتبال هفته اول مرداد ماه هم با خبرهایی مثل رها کردن نوزادان مبتلا به ایدز در خیابان و بیمارستان، ازدواج کودکان بدون ثبت در دفاتر رسمی و برگزاری مراسم اعدام علنی در سنقر در حضور کودکان همراه بودند. ماهی که گذشت با نقض حقوق زنان هم همراه بود. از جمله موارد گزارش شده در زمینه نقض حقوق زنان از سوی نهادهای حقوق بشری، قتل ناموسی دختر 20 ساله در مشهد به وسیله برادر و برخورد قضایی با زنان دوچرخه سوار بدحجاب در ترقبه شاندیز بود. تهدید گسترده زنان و نقض آشکار حرمت و کرامت زنان در هفته حجاب و عفاف از سوی امام جمعه ها و سخنرانان مراسم حکومتی و تأکید بر ادامه سیاست های مبتنی بر جدایی جنسیتی در راهپیمایی های فرمایشی رو هم در ماهی که گذشت شاهد بودیم. پرشمارترین حوزه نقض حقوق بشر در ماه گذشته اما همچنان حوزه کارگری بود. بلا تکلیفی 200 کارگر در پی تعطیلی موقت کارخانه کاشی زرین خراسان، حبس کردن کارگران طلبکار در قفس سگها توسط کارفرما، اخراج 211 کارگر فولاد زاگرس کردستان و بیکار شدن 180 کارگر در 2 کارخانه بخشی از خبرهای نقض حقوق کارگران بود که از سوی نهادهای حقوق بشری منتشر شد. علاوه بر این موارد 12 گزارش درباره مرگ کارگران در محیط‌های کار هم در ماه گذشته
انتشار پیدا کرد که نشون میده محیط های کار در ایران همچنان قتلگاه کارگران است و ایمنی محیط کار معنا ندارد. در زمینه حقوق اصناف تیر ماه با انتشار خبرهایی نظیر پلمپ مجموعه تفریحی گرینلند شیراز به اتهام مشارکت در پروژه مدلینگ و محکوم کردن نماینده رانندگان معترض به فسادهای گسترده در سیستم حمل و نقل به 1 سال زندان و تعطیلی 1 مهد کودک به خاطر برگزاری استخر مختلط همراه بود. چنانچه در حوزه محیط زیست هم گزارش‌های زیادی در تیر ماه در زمینه آلودگی هوا و منابع طبیعی، کمبود آب و محرومیت مردم از آب سالم آشامیدنی و کوچ اجباری منتشر شد. البته به خاطر سانسور گسترده خیلی از خبرهای نقض حقوق بشر در زمینه‌های مختلف منتشر نمیشه. اما همین مواردی هم که منتشر میشه اهمیت ادامه تلاش در ایجاد نهادهای مستقل مدنی برای مقابله با حوزه‌های خاص نقض حقوق انسانی و همسویی و اتحاد عمل تشکل‌های مستقل این حوزه‌های خاص برای حمایت مؤثرتر از قربانیان نقض حقوق بشر رو نشون میده.